درود بر شما، خوش آمدید به 40مین برنامه خشوپش. کاوه اکبری هستم، با من همراه باشید. نام خدا. اگر بگه آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است، یعنی که شکم رازق جان تیموری که صاحب شرکت ببینین بفهمین که اینا از این کیک زیاد استفاده. در برنامه قبل ما دیدیم که یکی از ملاهای هرات در رابطه با رئیس جمهور تاجیکستان چی میگفت. ملت شریف تاجیکستان هم از خواهر و برادر، برای بنده پیام فرستادن که شما مسئولیت دارید تا اینکه رئیس جمهور ما را متوجه بسازید. بعضی زنگ زده بودن و ایمیل زده بودن و هم میگه که خطا شده بودن، به هم میگه دست پای نابلرزه شده بوده که شما لطف کنیم، شما خود خداوند متعال وصلین 24 ساعت بیایم امیر رئیس جمهور ما را برای راست صدایت کنیم. جناب آقای رحمانوف، من به عنوان یک خیرخواه این حرفها را برای شما میرسانم که تا در روز قیامت شما نگویید برای من کسی نگفت. حالا خود شما بریم واقعا همین رئیس جمهور تاجیکستان رو یک انداز ولنداز میکنیم، ببینیم که همین چی رقم آدمیه، واقعا همین ظلم و ستم میکنه و سر مردم. خب بریم ببینیم. کات خشت و پیش. چند لحظه پیش اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه شاهمنصور پایتخت باغ کوروش کبیر رو افتتاح کردند. رئیس جمهور تاجیکستان میای باغ به نام باغ کوروش کبیر افتتاح میکنه. ببینید. کات. کوروش کبیر نامگذاری شدن باغ نو به سبب نیست. کوروش کبیر یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ عهد قدیم و بنیادگذار تمدن دولتداری کاملا نو بوده هزار ساله ها، چون شاهنشاه عادل، سیاستمدار زیرک و تیزهوش، پشتیبان عدالت و راستی، کفیل حقوق و آزادی ها و حامی ساکنان قلمرو شهرت یافته است. با چه خور آمده شهردار استاد میکنه با داخل مملکت؟ خوب بجلو مردم خوب ببینین برای با چه خود چی میگه این شخص. چقدر سرطلب باش، سپاریشات نظارت کن، تو جوان هستی، بین یا جوان هستی، من سینی سال شما نکنم باید ریکتر سوخاز تاییم شد. تو گوشنه نیستی، تو رد یکان کس فشار آورده نمیتواند، تو ده یکان کس نمیگه این منصب گرفته این شدتی این شدتی، من برایم تایین کردم، اگر کسی دیگر میشه دیگر. مردم نرخ نوار ارزان کن، تامینات نصف کن، سطحی بلا، نقلات بایره برکش باشد. در معاشرت معامله هیچگاه بدغلی راه نتی زبانی پاکیزه داشته باشد. پدر نمونه یعنی این. منتها در فرهنگ ما، در کلتور رو نمیفهم، انانات و عتبات رو نمیفهم، کلچر رو نمیقیر تقوم بولا، ما آمده که طرف اگه 5 تا بچه دیشته باشه 4 تای مثلا کلینا تا افتادیه به خونه خوشیشتی هن، مکتب خور میرن میاین، این آدم ها خرفتی هن. به کاریش که کار ندارن، این آدم ها بدی هن. اصلا به اینا مهم نیه، فقط درس خور میخونن میاین به خونه میرن، اینا خینگ هن، تعطیل هن، تنبل هن. هم یک بچه که خیلی لوکس تونست فحشای خیلی زیبایی به در تخ شخو، دوزی های خیلی قشنگ شیکی مثلا حتی کسی پیار خو 100 دلاری ورد داره، حتی کسی ماما خو، و هرچه که دوزدی و رزالت و کسافت کری بلد باشه، انمی بچه زرنگه. این بچه زرنگه، این بددی شیر دورو میره، این جوجه لبابایه، بندو لبابایه. ابیده در خونه صاحب کار نکن، ریستوران نرو، در خونه یک اشتراکچی، یک کمپیر، یک بیوزن برو، همین از همه بهترین چیزی که همون صندوق قشته باشد دستان میران در پیشان میمونن، افتخار میکنن که رئیس شهر خونه من در آمده. موفقیت. تشکر جناب. برای کنم یک پارکی بود به ایراد به نام پارک زایرشهی، اگه اشتباه نکنم بمود، یک پولی بود میرفتیم تیر میرفتیم، یک باقی بود نمیفهم، درخت نجوم هم خیلی دیشت نمیفهم اسم چیه، ما رفتیم به تایگ همیت باقی،
تشناب نبوده. میگم با کجا برینم میفته طرف. من بافتادم به ایراد به داخل این پارک یک و نیم ساعت مبرد میگشتم. قبولی ازبکی هم خورده بودیم. توپ نبود. از آخر رفتم یک جایی چای بود. یک سلاخ دیش با برفتیم بشیشتیم. دیوار هم ندیش. پین از او چار که نگاه میکردی وحشت خیالات تو اتاق قبر میامد. این شهر ایمو فرهنگه. شما بودم به تشنبا مسجد جامع ایراد که میری اولا که همه خزر نیم یک متر به تای جمعه دیوم از اینکه دیوارا رو نگاه میکنی ملت شهید پرور همه که برای خود یادگری نوشتن خود این نجیسی ها خود من خودم بدیدم به دو شیش بسن ما این رقم چیزاییم دیگه توقع نداشته باشیم که ما کشور ما با قول معروف بیایم پیروز کنه و اینکه فیروز باشن 99% ما پیروز فیروز میگه بحر دلخوشی کودکان چور میدانچه بازی با نصب تجهیزات مخصوص آماده استفاده می باشد در مساحت 1640 متر مربع سه عدد میدانچه ورزشی برای بازی های فوتبال والیبال و تنیس روی میز ساخته شده است 15 میلیارد دلار به کشور افغانستان وعده داده شده که در طول 4 سال آینده 15 میلیارد دلار کمک میکنن. وزنه. البته رئیس جمهور ما از قبل تکلیف خود با جانیان مشخص کردن ما برای خیرات خوردن نیومدیم ما برای اتصال آمدیم فقط میگیم ما برق میکنیم ما رو بگیرم اتصال بدن عملا 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 و امو علم هم 15 میلیارد دلار خیرات برای 4 سال آینده جمع شد 15 میلیارد دلار به دهن راست میایی شما میدونیم تا اقیانوس بریزی بند میایی خرج مثلا فرض کنیم 20 تا یا 30 تا یا 40 تا یا 50 تا مکتب چه غزاله به نظر شما 50 دونه مکتب که مثلا به تا از او 50 دونه 20,000 تا دانش آموز درس بخونن چقدر خرج نه به نظر شما چیزی که ما زیاد داره معلم دیگه معلم صنف یک و دو و سه کسی که تا کلاس 5 هم درس خونده باشه میتونه بره اینا درس بده چیزی نیست دیگه یک حروف الف بار ما یاد بده خود 4 تا ریاضی دو تا 4 تا میشه این دیگه کار سخت نیست اینا آمدن ششتن فکر کردن تفکر کردن تمام مولکول های خاکستری مغز خود به کار انداختن که ما چیکار کنیم که این معامله جمع شه بگیریم که همین با چهار ری کنیم از صنف یک تا صنف سه تا مساجد به پیش ملا که بنن اینا به چهار مار درس بدن بعضا بانوان و مادران سر نیباز و پایفزار آنها را نگاه میکنی عیب است به شان و شرف ملت تاجی این طرزی لباس پوشی بیگانه پرستی این قدر تاریخ و مدنیت و فرهنگ ملت تاجیک را زیر پا کردن عیب است شرم است من اشاره کردم خدا پرست خدا جوی قلبت خطی اعتقاد کن فرزندان تربیه کن 15 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی یا خیرات یا چی میفهم خمس و زکات برای 4 سال آینده برای کشور ما حواله شده یا قرار داده بشه که من فکر میکنم از نروژ که اینا دیگه دست خیلی که بر نمیخواستن برن حداقل 4 5 میلیارد درم اونجا نقده بگرفتن 50 تا مدرسه چقدر خرجنه به نظر شما هیچ یعنی 1 میلیارد دلار هم نمیشه از روح اهل سامان آمد پیام وحدت با یاد جام جم شد سر جام جام وحدت سر جام بود مردم تا این که تاجیکستان روی زمین بماند اندر مقام وحدت سلامی پر مهر و صمیمی مرا بپذیرید محترم جناب عالی و حاضرین گرامی عجب تئوری هم دارن آدم کیف میکنه که ما در روستاها ما یا در دهات ما توانایی از این نداریم که مثلا مکتب بسازیم یعنی همین مردم فقیر افغانستان شما به سر هر کوچی با تمام همین بدبختی ها و همینایی که هستن بری بگیم ما یک مدرسه بسازم یکی بیرون میکنه یک دایی میده ازم کسی خوب یعنی با ملت شما میگفتین همین کار میکردن 72 کشور جهان 15 میلیارد دلار به ما پول وعده کردن برای 4 سال آینده ما قادر نیم که یک 5 50 تا مدرسه بردارین بسازیم تا
تنه خود بدیم دست مردشور، اسم خودم گذاشتیم سیاست مدار. ببین ساختار شهروالی مشکل داره، یک نفر متخصص شهرسازی نداره شهروالی، یک ماستردار شهروالی که هم در زراعت خوانده رئیسه، یک بخشیه وکلای ما در پارلمان، یک بزرگوار میره پشت ما گریه میکنه، ما به اینها رأی دادیم که بره گریه بکنه، سیاست همینه. پنج شهروند ما که 45 روز یا 47 روز قبل در خرابه ها افتیده بودن و در وضعیت بسیار بده، حتی اگر ما به سراغشان نمرفتیم شب جان شیرین خود از دست میدادن، ولی امروز وقتی که من عزیزان به آغوش گرفتم دیدم اشک خوشی میرزن. میری فرار کنین و برین خادم غربی ها شوین، انتخاب با شماست. احترام به تو سیاست مداری، اما کمک منصفانه فکر کن. خادم غربی ها شدن، بله ما از امروز دیروز نیه که خادمه، ما 1400 ساله که خادم یک کس دیگه به غرب کار نداره. اول ما از گیر از او خلاصته، بعد غربی ها خیلی هم خوبن. اگه می غربی ها یعنی خادم به کار دارن، ما حاضرم تا امروز قیامت همین رقم خادم نباشون. هر که میگه ماشون چنون چنان دروغ میگه، مزخرف میگه. از اون قدیم میگم اگه گوهم میخوری گو پلو خور بخور. ما 1400 سال خادم یک کس دیگیم، از گیر از اون ما خلاص کو. اگر اینجا درده است در پلوی از اون درد عزته است. اگر اینجا دردی هم هست عزتی هم هست. کدوم عزت؟ چیزی که نداریم حرف نزنیم دیگه، قرار شد همین رقم باشیم. عزت به کجا ما داریم؟ کدوم اک شما به داخلمون خاک عزت داره؟ همین یکی بیای بریم خور نشون ده بگه من عزت دارم به همینجی. گو ارزه عزت داره ما نداره. اگر اینجا مشکلی است و پهلوی از اون مشکل شما وقار داره. وقار؟ وقار کیلو چند باز؟ وقار چیه؟ دادو اگر اینجا مشکلی هست ما وقار هم داریم. آخه چه مزخرف میگی؟ کدوم وقار؟ اگر در اینجا ناهنجاری است ولی شما رسالت داریم. بله ما رسالت داریم، منتها بری کی؟ داریم رسالت خواه انجام میدیم دیگه، هر کدوم ما به نوعی چه کار کنیم؟ ای که شما ها ارزه ندارین دیگه مقصر شما ها نه. اگر در اینجا عدالت نیست شما مسئولیت دارین که عدالت ایجاد کنید. واقعا هم مسئولیت داریم، همین هفته چند نفر کشتن مسئولیت داشتن اینا. به طول همین یک ماه اخیر همینه که مسئولیت داشتن رسالت داشتن که انجام بدن بدادن همه رو بکشتین. که حالا میگم تو کشتی، بالاخره کشته شدن همونجی. کی کرده؟ اکثر حمله هایی که به داخل کشور ما میشه نمیت به روی هواه، هیچ کی به عهده نمیگیره، یعنی چون اوضاع خرابه هر کی به عهده بگیره و بالاه. یک دایشی هم تیار کردن به من کجا ذهنم مثلا مولا عمر کره کی روش کی ندید، همین که معامله برو هوا بود هیچ کی بود عهده نگرفت مسئولیت دایش. میگم ما بودیم. غرب قفس طلایی است. غرب قفس طلایی است. افغانستان چیه؟ تابوت طلایی، قبر طلایی، اختطاف طلایی، گردن قد کو، پا قد کو، دست قد کو، مزخرفات طلایی، مضطراب طلایی و در وضعیت بسیار بده، حتی اگر ما به سراغشان نمرفتیم شب جان شیرین خود از دست میدادن، ولی امروز وقتی که من عزیزان رو به آغوش گرفتم دیدم اشک خوشی میرزن. نماینده پارلمان ما میای گدا تولید میکنه، چهار نفر همین گدا گدولار بیچاره این معتاد پدادار وردش را آورده جمع کنه، چهار نفر 2 میلیون معتاد شاید به تمام شهر افتاده ان گرفته هم چهار نفر خوش کرده بیان خدا عکس میگیره. آقا خوندن هندی چه ری آخه؟ چهار سال هست دخترک خود ندیدن، فرزندان خود ندیدن، خانم خود ندیدن. آبشاری هم بزنی که برخصا نکن آقا جان، نمی گدا پروری نکن. تو اگه خیلی به فکر اون ملتی برو از ریشه مشکلات ما رو حل کن. به تو فقط داری گدا تولید میکنی به تازو جامعه. آخه که نشو شما یک رون گوسپنده ببرین بدم خونه مرتگه خوشو میخوره سبا صبح مگر بره برینه خلاص میشه بعد پس با چی بخوره تو بشینه بعد تا دوباره در خونه رو در زنی. همون هم که نمیکنیم که شما فقط گدا تیار میکنه. کار یک کس سیاسی اینیه، یک سیاستمدار باید قدرت سیاسی داشته باشه، اقتدار داشته باشه.
نه اینکه از شکم از اینا را نبینیم دست سنیم نگاه کنیم که اینا حاضی کیکس ها خوب میخورن این صبح میرن مندازه کلی خو میرینن بگه آن چیز که عیان است چه آجت به بیان است یعنی که شکم رازق جان تیموری که صاحب شرکت ببینین بفهمین که اینا از این کیک زیاد استفاده کنن خانم ببخش بفرمایید چرا همه چیزای خوب حرومه همه چیزای باحال همه چیزایی که حس خوبی به آدم میدن چیزایی که آدم باشون یادش میره کجا وایساده لعنتی حتی اسمش هم حرومه چرا آخه مثلا چی منم یه سوال داشتم خانم بفرمایید چی جوری از زکریای رازی 900 سال پیش الکلو کشف کرده بعد اسلام مده از 1400 سال پیش رو حروم کرده باشا خانم هموغ زرکمه این ملاها قدرت تخریب دارن در از آن ما، در سرنوشت ما، در کشور ما، در همه چیز ما قدرت تخریبی خیلی بالای دارن نباید از این غافل بشیم که خیلی از هنرمندان هم قدرت تخریبی بالای دارن خیلی از سیاسیون هم قدرت تخریبی بالای دارن تنها بحث ما در رابطه با ملا نیه یا یک ملا نیه ما اگر یک ملا را آوردیم گذاشتیم وسط و در رابطه با او حرف بزنیم ما در رابطه با یک ایدئولوژی کاملا متفاوتی داریم حرف میزنیم که متاسفانه انقدر این قوی عمل کرده که فکر ما ذکر ما تمام چیز ما چسبونده و خود که ما اصلا دیگه قادر به فکر در رابطه با چیزهای دیگه نیم یکی از سخنان نیک و صمیمی آن روزه شما که برای من روحان مرا تربیه کرد هیچگاه از خاطرم نمی رود که گفته بودید خون بچم شاید آینده وزیر کشاورزی می شوید هنرمندان ما هم دقیقا کار اینا همینه به نظر من باید تکرار بشه اینا باید گفته بشه چون خیلی شما شاید برنامه اول نایده باشین هنرمنده که میایه میخونه که سر کوی بلند فریادو کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد گردان 1400 ساله چرا شاد نمیکنم ایشان 1400 ساله ما کار ما همینه بیا که بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل لاله‌زار اصلا این ملا محمد جان نه بیامد نه همی چی یک ملا محمد جان بیامد این ملا عمر که هیچ کیور ندید یک چیشون به شهر کورا پادشاهی میکنه این ملا عمر پادشاهی کرد به سر ما هیچ کی همو ندید کوری هم بود آخه خدا فقط هم یک دونه شعر داره علی شعر خدا دیگر همه گوی گسپندن این سخنی نیک شما تا حال در دل و دیده من جو است این بود که نیت نیک شما و اراده قوی من غلبه کرد و من دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمودم و این حال باشد در کورس یکم مگیستراتورا با اختصاص اکولوژی کشاورزی تحصیل می نمایم البته ما یک شعر دیگه هم داریم مصرت دارم که امروز شاهد بهره برداری پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف هرات هستیم ایشان هم شعرن شعر یعنی ایشان که نیمی 35 میلیون نفوذ کشور ما همگی ادعای شعر بودن میکنن که ما شعر ما افغانه ولی چیم بالاخره افغانه یا شعر ما بفهمیم تکلیف خوب همه ما فقط شیرم دیگه نه مگه گوسپند امروز مسائل اکولوژی کلی جامعه رو فرا گرفته است و میخواهم که در این مسائل سهم ارزنده خود را در وطن بهشت آسایم گذاشته باشم و میخواهم که به همه هموطنانم رسانم که چقدر هر یک ذره خاک تاجیکستان آب و هوای وی برای هر یکی ما عزیز و مقدس است طرف آمده به یک افتتاحیه مراسم افتتاحیه که خیلی خبر بزرگیه یک اتفاق خیلی بزرگ افتاده به نمایندگی از 35 میلیون افغان آمدن ایشون حرف میزنن در رابطه با یک پروسه بین المللی طرف دیشب مثل که خوب اساسی کتاب میخوندن چشما همین تزر چشما ورق انداخته که میگی امالی از پا منقل بخستان دیگه هم میزن من
گئی ظالم وطن ترا لئی لوریے پلاس دے دسوانا نو لو کوینا خطر آهن خاف هرات یکی این مسئله خوردی نیه ببینیم مسئله کوچک نیه هر کار بکنن نمیتونن این حس و احساس نسبت به هم زبان هم فرهنگ هم دین بشکنونن و زنجیری که اینا همگی محکم همیت در چنگال خود گرفته زبان فارسیه دیگه هیچی دیگه نمیتونه دور باشه مرز ها دیگر اساس دوری ما نیستن ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری این زبان فارسی را هرچه میخوانی یکیست منم یه سوال داشتم خانم بفرمایید چی جوری از زکریای رازی 900 سال پیش الکل رو کشف کرده بعد اسلام مده از 1400 سال پیش ما حروم کرده خش و پش نگرفتیم 900 سال پیش الکل کشف شده اسلام عزیز 1400 سال پیش عزیز. کات نمام کات پس بیار من آخه افتتاحیه یک مراسم بین المللی من یه عبرتیه اینا کی نه اینجا آوردن شیشتم اینا نمیتونیم راحت دقل همین کسی که فیلم ایدیت میکنه پخش میکنه همینا کات کو ایستگاه خط آهن روزانک هرات ایستگاه ورود کالاها از ایران به خاک کشورمان منتها یک کسی چیزایی برای گفتن این موفقیت کلان به ملت افغانستان ملت جمهوری اسلامی ایران و حکومت افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی ایران معنی نمیده رئیس جمهور که یک هفته داخل هرات نبوده یا رئیس اداره مستقل ارگانهای محل که هرات را ندیده بیای شاروال تعیین میکنه یک بار حقوقدان را بیاره یک بار ژورنالیست بیاره یک بار دکتر طب بیاره از طریق زد و بندهای مافیایی در کنار از این ببینین ساختار شاروالی مشکل داره یک نفر متخصص شهرسازی نداره شاروالی یک ماستر داره شاروالی که هم در زراعت خوانده رئیس یک بخشیه وکلای ما در پارلمان یک بزرگوار میره پشت ما گریه میکنه ما به اینها رأی دادیم که بره گریه بکنه سیاست همینه واقعا اتفاق خوردی نیه درود به کسانی که کار کردن روی از این پروژه زحمت کشیدن با دستان قوی خو با اراده هایی که پشت این قضیه بوده مرزها رو دارن مشکنن اما یاد شما باشه که شرایط بده ما یک کار بزرگ تاریخی انجام دادیم ما با این کار خو یک مشت محکم به دهن کسان زدیم که چشم دارن به فرهنگ تمدن و بویژه ستون فقرات جغرافیای بزرگ ایران دارن زبان فارسی دیگه دو نمیتونه باشه رئیس جمهور ما رو نگاه کنیم ایشون آمده فارسی به چی عبرتی گپ میزنه آخه نزن دیگه انگلیسی حرف بزن اون که خوب گپ میزنی پشتون حرف بزن درست حرف بزن تو داری نمایندگی از 35 میلیون انسان داری حرف میزنی برای تلویزیون که کل جهان تو رو دارن میبینن درست حرف بزن یا هم که حرف نزن مصرت دارم که امروز شاهد بهره برداری پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف هرات هستیم 80% مردم افغانستان فارسی حرف میزنن این برای همه که ما و شما ثابت شده او 20% یا 30% که پشتون هستن با وجود این که پشتون هستن اما بازم فارسی حرف میزنن یعنی هر دو زبان بلدن که خود یک تواناییه ما نه ما فارسی زبان ها یاد نمیگیریم علاقه نداریم به یاد گرفتن زبان داریم اما به زبان پشتون علاقه نداریم ولی ریشه از کجا میگیره من نمیفهمم حتما این چیزایی بوده ای وسط دیگه چرا پشتون ها همه فارسی بلدن حرف بزنن سوال همین واقعا
ولی ما هیچ کدوم به زبان پشتون علاقه از خونشون نمیدونیم. ببینید این قدرت و بزرگی رو نشون میده. وقتی مثلا در یک خانواده 10 نفری 8 نفر به زبان فارسی مسلط هستن و 2 نفر به 2 زبان دیگه هم حرف میزنن، طبیعیه که او 2 نفر باید فارسی رو یاد بگیرن. این 8 نفر موظف نیان که او زبان دیگر یاد بگیرن که خودی از این 2 نفر گپ بزنن. این کاملا طبیعیه. این قدرت و بزرگیه. این تمدن نشون میده، زبان نشون میده. اما رئیس جمهور ما در یک همچین مواقعی میای ز چشمایت خریته انداخته دیشای میشه که تاوام صبحشون خوب اساسی کتاب میخوندن، درس میخوندن، تعلیم میکردن، مثل که پر میکردن تا صبح. فقط میگی طرف همونی از پا منقل به خسته آمده. آخ چه دیگه هم چیزای ما. حالا بعد 80% همین ملت که فارسی زبانن احترام نمیگذری، حداقل بم خود خود که میگیم افغانم که بم قوم افغان که احترام بگذار. آخه ما هیچی، ما شلغم، هم تو افغان، 80% همون ملت افغان، اصلا 100% افغان. آیا همیر باید یک رقم درستی جلوه بده؟ یعنی چه ابرو خود خور میبرین شما هستن دستن؟ پس به این نتیجه میرسیم جنبندی کلن که هنرمندان ما و سیاسیون ما هم به اندازه که یک ملا قدرت تخریبی داره میتونن تخریب کننده باشن، که هستن متاسفانه. به طور مثال نماینده پارلمان ما میگه یک گدا فقط برای جامعه ما تولید میکنه، هنرمند ما فقط میگه مثلا چی میفهم مزخرف تولید میکنه به تگوش آمندو. ماشن اکثر هنرمندان ما ماشن، یعنی من هر طرف قلبه. گلمر جان دوازر ریاست جمهوری میکرد، گپ های زیاد کلان کلان، به خاطر گرفتن چوکی میزد، همی تقلبی بابا تعصبات قومی و زبانی را زیاد کرد، اینمی تقلبی بابا زندانیان طالبان را دوباره آزاد کرد، نهادهای بین الملل قرارداد صلح با تروریستا امضا کرد، معاون صاحب اول غال مغال وکیل صاحب را در پارلمان بالا کرد، امثال گلاب منگل سیاوش های زیادی را با وهم پراندن، مثل حیوانات جنگل مردم بی‌دفاع را وحشیانه دراندن، باز چند تا لوتک و بدفیل و مفاش در فیسبوک و اینستا خواهند داد، بازم گوسفندای امرخیل رأی خود را به تقلبی بابا خواهند داد، معلم عطا محمد نور سر چوکی های کلان جنگ داشت، اما بیچاره مجبور خود در دامن تقلبی بابا انداخت، زلمه خلیلزاد همچو گشتون به پیکر مردم ما نیش زد، سلطان زوی کمزاد پیسای نان خشک مردم به جیب زد، یما سیاوش به خاطر چند سوال از گلاب منگل کشته شد، و یقم ورست ایزارگش لقب ملی اکل داده شد، گل بودین راکت یار دلش یخ نمیشه از قتل کشتار، هنوز در انتحار و انفجار دست شکی از با طالب جنایتکار، حمله و دانشگاه نتیجه مذاکرات دوحه با طالبان است، کشته شدن و کشتن به خاطر خدا فتوای چند تا ملای همچو مجیب رحمان است، کرزی با چپن و قرقل میدان هوایی را به نام خود کده، غنی با لنگوته و کچکل چطور رهبرای جهادی را رام خود کده، سرازیری بحرالکاهل در شهر کابل نیم شهر کاملا فرو به کام خود کرده، در جوام مرد سالاری تمسخر به نظر خانم ها میکنن، فحاشی به صحرا کریمی چقدر از صفحه فیسبوک و اینستا میکنن، فیلسوف های افغانی فجورش در داشتن زن بیشتر از 4 تا میکنن، گوش کو ای هموطن تا بکه من و تو باشی مشتو یخن، بشنو چند سخن از من یا قناعت کن یا قناعت بده به من، رای حل مشکل ما فقط جامعه رو با سواد ساختن است، رای
برای حل مشکل ما تنها قلم و کتاب و دست گرفتن است، تنها دست و دعا کردن مشکل ملک ما را حل نمیکنه، شب روز التماس و التجا کردن بدبختی را از ملک ما کم نمیکنه، فقط توکل به خدا کردن مشکل ملک ما را حل نمیکنه، با کف و چف اکتفا کردن بدبختی را از ملک ما کم نمیکنه، تنها یک تسلیت گفتن درد ملت ما را دوا نمیکنه، مذاکرات صلح با طالبا کردن بدبختی را از ملک ما گم نمیکنه، هم دیگر دوا دشرام دادن خاطر ناشاد ما را شاد نمیکنه، تا که ندی دست تا به دست من کس دیگه ملک ما را آباد نمیکنه.